بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی خب بعد از هر ترور و اقدامات جنایتکارانه اسقاطیلیا یک عده میان میگن آه اگر بمب اتم داشتیم بازدارندگی داشت و اینا دست به جنایت نمی میخوام اول اینو بررسی کنم بعد بریم سراغ صحبت های مهم سید حسن نصر الله و بعد ترس اسقاطیلیا و فرارشون که منجر به صدور یک پیام شده و از اون طرف اعترافات جیش و ظلم که ما تو برنامه دیشب بهش پرداختیم و گفتیم هدفشون چی از پان باید تیر نشون بزنن که یکی از اونها رو خوشون اعتراف کردن الان میخوایم با هم بیانیهشون رو ببینیم خب ببینید وقتی صحبت از بمب اتم میشه ما شاهد درگیری روسیه با اوکراینی هستیم که یک ناتو پشت اوکراینه میگن اگر شما بمب اتم داشته باشید بازدارندگی ایجاد میکنه اینو ما بارها توضیح دادیم اما اینجا دیگه خیلی فنی مهندسی دقیق عقلانی و منطقی میخوایم میریم سراغش خب اگر به اوکراین نگاه بکنیم که بخوایم فاکتورش بگیریم بگیم مثلا اوکراین رو ما کاری نداریم با ناتو کار داریم ناتویی که چند تا کشور عضوش دارای بمب اتم هستن چرا نتونستن مانع حمله روس به اوکراین بشن این اولین سوال ما هست که اونهایی که مدعین بمب اتم بازدارندگی دا داره بیان به این پاسخ بدن از اون طرف خود ارتش اسقاطیل مدعیه که بمب اتم داره چرا نتونسته مانع از حمله مثلا یمنی ها بشه چرا نتونست مانع از حمله و شکاف اطلاعاتی امنیتی که حماس در اسقاطیل رقم زد مانع از اون بشه خب شما الان میاد میگید که اسقاطیل کجا رو قراره بزنه اگر بخواد مثلا حماس رو بزنه یه بخشی از فلسطین دیگه خب اینا خودشون هم که اونجا هن. خب چرا یمن رو نمیزنه این یمن بزنه دیگه با بمب اتم یمن رو بزنه یمن پدر اینا رو در آورده در این شش ماهی که طوفان الاقصی شروع شده تمام هم و غم الان یمنه که با یمن چیکار کنیم اصلا برای همین اربابش آمریکا ما تو منطقه ائتلاف تشکیل دادن که جلوی یمن رو بگیرن نتونستن خب اینا اگر دارای چنین توانمندی هستن بزنن دیگه جلوی حملات یمن به ایلات که اقتصاد اینها رو فلج کرده با بمب اتم بگیرن چرا نمیگیرن بعد الان یه پیدا میشن این برای مرحله آخره بابا اسقاطیل داره تو لجن فرو میره دیگه مرحله آخره چی وقتی از تهدید اتمی جمهوری اسلامی میرسه به تهدید حماس که میگیریم بزرگاتون رو دستگیر میکنیم کلا حماس رو از هم فرو میپاشون خب چرا نتونستن ببینید یه سوال واضحه دیگه از تهدید حمله اتمی به ایران تنزل پیدا کردن به تهدید سران حماس دقت کن چی میگم جو زده نشید بمب اتم خواهیم. چرا رهبری مدام میگه بمب اتم حرامه ما دنبالش نمیریم سلاح کشدار جمعیه چرا تاکید میکنه روی موشک های نقطه زن شما با گناه به هدف نمیرسی کوچه گناه بمبسته اینو هزار بار ما با گفتیم بمب اتم یک سلاح کشدار جمعیه حالا بیا بگو برای بازدارندگی میخوایم آقا اگر این بمب اتم داشته باشه طبق اون که ادام میکنن یه جایی از کشور تو رو بزنه دیگه زده دیگه این بازدارندگی چه معنایی داره شما اصلا همین الان بمب اتم داشته باش بعضی میگن بریم سراغش بسازیم دیگه فعلا نداریم تا گریز هسته‌ای رفتیم و 90 درصد اورانیوم رو غنی کردیم و فلان و اینها خب بریم بسازیم خب همین الان فرض کن اصلا داری اگر اون این توان رو داره که یه جایی از کشور تو رو با بمب اتم بزنه پس بازدارندگی نداره دیگه بازدارندگی زمانیه که اون نتونه بزنه درسته شما میگید بازدارندگی ایجاد میکنه دیگه اگر اومدیم زد تو چطور میخوای جلوشو بگیری باید پدافندت قوی باشه دیگه باید بتونی رهگیری کنی رصد کنی تشخیص بدی آماده باشه کامل باشه واسه اون بمب اتم برای بازدارندگی نیست برای زدنه طبق ادعای خودتون حالا کیا دنبال طرح این موضوعن من نمیخوام بگم همه اونهایی که دارن این بحث رو مطرح میکنن وابستن نمیدونم نفوزی هم فلان نه یه دشون بر اساس جوزدگی یه دشون بر اساس ارق ملی که واقعا دارن یعنی فکر میکنه اگر به بمب اتم برسیم بازدارندگی داره ببین یه شیطنت اینجا داره اتفاق میفته توی باکو پشتش کیه تو منطقه یکیش ترکیه است ترکیه خیلی تمایل داره بمب اتم داشته باشه همونطوری که سعودی ها خیلی تمایل دارن اصلا یکی از دلایلی که اینها به چینی ها نزدیک شدن تو زمینه همین انرژی هسته که اون رو بهانه کنن برسن به بمب اتمی که اینها دارن بهشون القا میکنن حالا اگر جمهوری اسلامی پیش قدم بشه در این حوزه که اینها دشمن خونی ما هم عربستان سعودی هم ترکیه اینا اینجا شاخ میشن برای ما و ما با همین توانمندی فعلیمون ما داریم منطقه رو مدیریت میکنیم دوستان توجه کنن آقایون تحلیلگر دوستان عزیز برادران خواهران کسایی که بیننده ما هستن مخالف ما هستن خوب دقت کن چی میگم جمهوری اسلامی با امکانات موجود فعلی داره منطقه رو مدیریت میکنه اگر این رو قبول ندارید میتونیم بحث کنیم بشینیم این رو بحث کنیم که آیا جمهوری اسلامی منطقه رو مدیریت میکنه یا نه این یه بحثه اما اگر قبول دارید چرا اصرار میکنید این هی رسانه ای بشه فرض رو بر این میگیرم فرض فرض محال که محال نیست فرض رو بر این میگیریم یک روزگاری جمهوری اسلامی واقعا تصمیم گرفته که اتمی بشه همین الان بسم الله الرحمن الرحیم جلسه گذاشتن همین الان تصمیم گرفتن قطعی بمب بهتون با داشته باشیم چرا باید رسانه ای کنی رسانه ای کردن چند تا اشکال داره یکیش همین شاخ شدن عربستان و ترکیه و امثال اینها است دومیش زیر ضرب بردن مقامات سیاسی کشور خصوصا رهبریه چرا اینو میگم ببین رهبری ده سال 15 سال مستقیم تو چندین و چند سخنرانی من یک بار نشون دادم ده دوازده موردش رو توی یکی از برنامه نشون دادم ایشون به سراحت مخالفه میگه حرام است وقتی تو این رو هی رسانه میکنی باید بمب اتم داشته باشیم باید بمب اتم داشته باشیم باید بمب اتم بسازیم باید بریم به سمت اتمی شدن داری یک توقعی ایجاد میکنی در جامعه انتظارات رو بالا میبری وقتی انتظارات رو بالا میبری و اون محقق نمیشه مردم از چشم رهبری میبینن همونطوری که تو برجام میخواستن الغا کنن دولت روحانی میخواست بگه آقا رهبری مخالف است و فلان است و وگرنه ما میدونیم ما مذاکره کارو تمام میکنیم کار به جایی رسید که رهبری گفت خب حالا برید با این شرایط برید کارتون انجام بدید رفتن وارد برجام هم شدن به نتیجه هم نرسید اما تیرشون به سنگ خورد چون میخواستن بندازن گردن رهبری اینجا رهبری با درایت بصیرت و هوشیاری توپ انداخت تو زمین خودشون میخوان یک تصویر دیکتاتور معابانه از رهبری ارائه بدن به جامعه خب یه بخشی از مردم همینجوری ضد ولت فقیه میشن شما اصلا نیاز به دشمن ندارید که از طرفی وقتی داری منطقه رو مدیریت میکنی 45 سال سختی شو تو کشیدی که امروز این محور مقاومتی که شکل گرفته یه جورایی داره سیاستهای تو رو پیش میبره خب چرا باید در زمانی که سعودی ها چشم دیدن تو رو ندارن ترکیه داره با جمهوری آذربایجان به واسطه ی اسقاطیل و آمریکا توطئه رو در شمال غرب تو رقم میزنه تو چرا باید بهشون بل بدی آقا تفکر تو اینه که باید بمب اتم داشته باشیم خب اینو تو ذهنت نگه دار چرا رسانه ایش میکنی آیا مقامات نظامی امنیتی مهندسان ما دانشمندان ما رهبری شورای عالی امنیت ملی منتظرن تو بیای بگی اتمی بشین؟ یعنی اونا اندازه شما متوجه نیستن کسایی که سی سال چهل سال عمرش رو تو حوزه نظامی گذاشته تو حوزه سیاسی گذاشته تو حوزه امنیتی گذاشته دانشمند این حوزه است اونا اندازه تو نمیفهمن خب همین پاکستان بغل گوشمون مگه اتمی نیست تو یک سال گذشته طالبان چقدر موی دماغ پاکستان شده خب چرا بازدارندگی نداره میان عملیات نظامی انجام میدن خب چرا ببین اینا سواله اینا رو باید پاسخ بدید اما بریم صحبت های سید حسن نصرالله رو با همدیگه ببینیم و بشنویم برگردیم اعترافات عجیب جیش و ظلم هم در نوع خودش جانبه برگردیم به موضوع ایران قطعا امروز حالا امروز یا فردا یا یک و ده و رو چند روز یک ماه یا کمتر یا بیشتر نمیدانیم به من یه فیلم رو توی توییتر گذاشتم فروشگاه های اسقاطیلی تخلیه شده یعنی بدون زدن موشک و پهباد و اینها بدون ایش اتفاق خاصی فروشگاه اینا داره تخلیه میشه یعنی دارن میرن به سمت ذخیره مواد غذایی هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده یعنی موشک و پهبادی نزدیم اگه بزنیم چی میشه یعنی اینکه زمان رو مشخص نمی کنیم اون جمله زمان و مکان مناسب اتفاقا مال همینجاست یعنی خود همین ترس و وحشت میندازه تو جون دشمن دست و پاشو جمع میکنه هر لحظه منتظره این از مرگ بدتره که شما هر لحظه منتظر پاسخ طرف مقابلت باشی نمیدونن کی میخواد بزنه امشب میزنه فردا صبح میزنه یه هفته بعد میزنه خود همین اینا رو بیچاره میکنه ادامه شمش چون که برادران ایرانی به سرعت عمل نمی کنن. آنها تفکر می بررسی می کنن. همه عواقب را در نظر می گرن. همه جوانب را چرا؟ چون میخوان دقیق بزنن دردآور باشه جوری بزنن تا مدت ها اسقاطیلی ها فراموش نکنن یادشون بمونه اینکه یه عده یوتیوبرن من عکس یکیشون رو پریشب تو کانال تلگرام گذاشتم حتما برید ببینید لینک کانال تلگرام و ایتا زیر همین ویدیو هست تمام مطالب اونجا منتشر میکنیم اخبار و کلیپ های دست اول اونجا منتشر میکنیم اونجا عکس یکی از این یوتیوبرا رو گذاشتم که یه جورایی زیرپوستی قشنگ زیرا به جمهوری اسلامی رو میزنه الان هم یه برنامه برام فرستادم دیدم اونجا میگه آره اینا دیگه اصلا کلا کاغذیه موشک داریم و پهباد داریم اینه رو کاغذ بالاخره چیزی نداریم یعنی یه آدم خود تحقیر اومده جلوی دوربین برای مردم برنامه میسازه از این یوتیوبرایی نیست که قبلا نقدش کردیم الان دوباره تو کامنت ها آقا خودی ها رو فلان هرچند که ما درباره خودی ها قبلا صحبت کردیم یه کیس جدیده تو جدید بهش پرداختی ما تقریبا یک سال تو یوتیوب داره برنامه میسازه خود تحقیر کلیپ نشون میده از سخنرانی رهبری آقا رهبری ببین خیلی نرمتر داره صحبت میکنه و فلان سردار حاجی رو ببین اصلا این فرم بدنش و اون دستی که تکون میده و خیلی شلووله و فلان و اینا یعنی خود تحقیری دیگه در صورتی که سردار حاجی ها در میدان نشون میدن چیکارن یا اومده میگه مثلا موشک ها و پهبادای ما اونجوری نیست که میگفتن خب اگر اونجوری نیست که میگفتن پدر اوکراین که همین پهبادا در آوردن روسیه ارتش دوم دنیا چرا از ما پهباد میخره عاشق چه روی ماه نه نیاز داره بهش کاراییش دیده و یه عده بیمار دلن اومدن تو یوتیوب به خاطر پول یوتیوبه ارقه میلیون اصلا فاتحشو بخونید ادامهش هم بشنویم در مسئله وقت حدا استعجل حالا کسی که عجله داره میگن که به تاخیر افتاد حالا صحبت میکنیم در این خصوص موضوع موضوع بخش کنسولگری ایران نقطه عطفی در حوادثی است که هفت اکتبر تا به امروز اتفاق افتاده است وقتی که ما نسمع گوش میدیم به سخنان رهبری بزرگوار که ما در این بیست سال هم عادت کرده ایم به سخنان یا مسئولان ایرانی به وضوح میبینیم که نیاز نداره که حالا سید بگه یا بقیه بگن که اطلاعاتی دارن یا ندارن کافی است که گوش کنیم به بیانیه و سخنان رهبری معظم که بعد از اون بیانیه باز هم سخنرانی کردن در فصل الخطاب رهبری معظم انقلابه یعنی سید حسن نصر الله هم خودش رو سرباز رهبری میدونه من تعجبم از یه ای که خودشون انقلابی و نمیدونم فلان اینا میدونن آقا بزنید صبر استراتژیک چیه نمیدونم یه ساعت بالاتر بردی اون دو ساعت بالاتر میبره باید 10 ساعت بالاتر ببری بابا جان جو نگیرد شاهنامه آخرش خوشه تو این شش ماه طوفان الاقصا میگفتن غزه رو میگیریم حماس رو کلا منهدم میکنیم نمیدونم به لبنان حمله میکنیم چی شد چی شد دستاورد این شیش ماه بیاد لیست کنید دیگه بگید آقا این دستاوردهای اسقاطیلیاس جو زده نباشید بابا جان علم در کنار حلمه که ارزش پیدا میکنه از فرمایشات گوهربار آقای امام باقر سلام الله علیه هست علم و حلم در کنار هم حلم یعنی بردباری صبوری سیاست در کنار کیاست همجوری بزن برو که نیست که با رفتار هیجانی شما نمیتونی یک کشوری رو با 90 میلیون جمعیت با این پهنه گسترده جغرافیایی مدیریت بکنی با این همه دشمن خارجی و داخلی باید درایت داشته باشی بصیرت داشته باشی شجاعت به موقع خودش شجاعت در میدان زمانی که میخوای بزنی شجاعت رو داری بزنی کی بزنی اون موقعی که تشخیص میدی هدفت رو درست نشونه گیری کردی و دردش زیاده صدا میکنه اگر نه همین شما میتونید چهار تا موشک بزنی آقا فلان رو زدیم یعنی که مردم در داخل مثلا آروم شن و فلان نه تو باید یه جوری بزنی که دشمنه دردش بیاد دفعه بعد خواست اقداماتی انجام بده اول یه آنالیز بکنه میگه آقا ما قبلا اینجوری شد اینجوری شد اینجوری شد وقتی آمریکا و اسقاطی رو میرن سمت ترور یعنی تو بنبستن هیچ کار دیگه نمیتونن بکنن طرف مقابل رو میخواد تحریک کنه به اون چیزی که خودش میخواد جنگ تمام ایار بشه بکشن کنار بگم ببینید دیدید ما حماس نبود که ما با جمهوری اسلامی ما داریم جنگ میکنیم. همه اینا با هم ما تنها بودیم در صورتی که حمایت های اروپا رو خان کتمان کنن حمایت آمریکا همین امروز آمریکا دوباره بایدن گفته حمایت کنید از اسقاطیل مگه شما یه نمیگفتید که آمریکا هم دیگه ناامید شده از حمایت اسقاطیل پس این صحبت های امروزشون چیه ادامه پاسخ درباره مردان قهرمان و شجاع ایران درباره پشیمانی اسرائیل و درباره ضربه ای که اسرائیل دریافت خواهد کرد می توانیم نتایج خوبی را حاصل کنیم حالا عذاب ندید خودتون را مطمئن باشید که پاسخ ایرانی در حمله به بخش کنسلگریان در دمشق حتما اتفاق میفته بدون محال قطعیه پاسخ قطعیه انتقام قطعیه ضربه زدن به اسقاطیل قطعیه امروز تو روز قدس کسایی اومده بودن بیرون اولین بارشون بود یکی از بچه های کانال که مشرف شدن حرم امام رضا سلام الله علیه به من پیام داد گوهای وطن من امروز اولین بارمه دارم میرم راه به روز قدس یک اعلام انزجار عمومی کسی که چهل سالش تا حالا نرفته راه به روز قدس میگه امروز روز اولی بود که رفتم تو عمرم یعنی همه متفق القول همه ملت ایران خواستار انتقامن و سید حسن نصرالله میگه قطعیه ما استفاده ما هنوز از نیروهای اساسی مون های اساسی, اساسی مون هنوز شاملین. استفاده نکردیم برادران میدانند چهار ماه پیش اینو گفتم گفتم مقاومت 5 درصد ده درصد از توانش رو ورده هر از گاهی حزب الله یه ضربه میزنه هر از گاهی یمن یه ضربه میزنه هر از گاهی عراق یه ضربه میزنه هنوز تمام توان نیومده تو میدون چرا جنگ باید برای دشمن فرسایشی بشه چون تو جنگ فرساشی حرفی برای گفتن نداره اصلا راه برده اونها اینه بزن بریم سریع جمعش کن اما محور مقاومت میگه نه کارت دارم باید با دست خودت تو این گوری که کندی خودت چال کنی کم کم داره فرو میره تو این باتلاقه همون بحث صبر و قوره و حلوا و این داستان هست ادامه شم جوانانی که در جبه حضور دارن مرخصی میرن برمیگردن به خانه رو میرن اینجا سید حسن داره تیکه میندازه تیکه به کی داره میندازه به اسکاتیلی ها این تصویر رو دارید میبینید تویتی هست که کانال سیزده ابری منتشر کرده نوشته در پس زمینه تهدید ایران ارتش اسقاطیل برای یگان رزمی ممنوعیت خروج از کشور را اعلام کرد هرچند کشور نیستید دارید حرف مفت میزنید ولی معلوم میشه که یه دارن دکمه فرار رو میزنن اومده ممنوعیت اعلام کرده گفته بمونید کار داریم ما فعلا دشمن بخواد حمله کنه ما رو دشمن میدونن دیگه خب ادامه شما بشنوید تقدیر موضع میکنن و نیروهای دیگری جایگزین میشن با وجود این ما دستاورد های زیادی در شمال داشته ایم که از ها باید آن را سوال کرد باز تیکه داره میندازه اینا خیلی میان بایکوت کنن من یه فیلم رو توی توییتر گذاشتم امروز صبح که دوربین های دید در شب رسد. اون ادوات نظامی اسکاتیلیا توسط حزب الله رهگیری و زدنش تو سیاهی شب تجهیزات پیشرفته تر از قبل شده و به خاطر همین اساسا به لبنان حمله نکردن تو این شش گفتن حمله میکنیم حمله میکنیم حمله میکنیم یه ترس و واهمه ای دارن یه بخشی از حملاتشون به سوریه به خاطر ممانعت از ورود تجهیزات جدید به لبنان هست که حزب الله رو داره تر و قوی‌تر میکنه حسن نصرالله دو تا تیکه میندازه و خیلی جالبه که میگه ما هنوز تمام توان و تجهیزاتمون رو نیاوردیم از اون طرف نیروهای ما میرن مرخصی جایگزین میشن یعنی به قدری ما سواریم روی کار اسکاتیلیا نیروهای ذخیره میارن دیگه بقال و چقال و تو محلاتشون جمع میکنن اینا همشون به نوعی نظامی هن. اون جایی که کارشون به بنبست میرسه زود اعلامیه میدن آقا بودید الان هم داره اعلام میکنه آقا فرار نکنید ایران داره تهدید میکنه فرار نکنید ببین ایناست دستاورد کسی که مدعی بمب اتمه کسی که مدعی ارتش پنجم ششم دنیاست اینجوری به دست و پا افتاده که جبهه لبنان چیکار کرد کمربند امنیتی در داخل فلسطین اشغالی چیکار کرد ان هزار عن اماتت عن هزار آواره چیکار کرد با شما اینها با سلاحهای بسیار کم و آشکاری که ما اعلام کرده انجام شده اشاره میکنه به فرار مهاجرت معکوس اسکاتیلیا بدون اینکه نیروهای ذخیره استفاده کنیم یا تمام توان خود را به کار بگیریم اما اگر وارد جنگ بشیم چی موحب. میگیم؟ میگیم که موحب. خوش آمدید و از آن استقبال میکنیم این جنگی دولو که ها از روز اول از آن فرار میکنند حالا آمریکا العدو که سران نظامی دشمن میدانند که رفتن به جنگ یعنی چی من همیشه این احتمال را ان رد کردم رد نکردم اما میگویم که مقاومت قوی مقاومت با این قدرت و با این معادله طلایی و با این همبستگی در بین مقاومت, مقاومت, مقاومت همبستگی بزرگ در بین مقاومت و قدرت و امکانات آن لا يمكن. این مسئله امکان انمشه. ندارد که از آن حالا خلی نشوف در باره این که این نبرد به کجا میرسد بعد, بعد از دیعتای 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 دیعتا. بعد از صحبت کنیم سید حسن نسر الله دوشنبه هم سخنرانی داره دیدم بعضی بیماردلا گفتن آقا شهدای ما که دارن میرن تیکم انداختن نموناش همین یوتیوبری که بهش اشاره کردم شهدای ما که رفتن چیکار کردن یعنی یه جورایی داره اهانت هم میکنه به پاسداران سپاه که به هر حال در سوریه حضور دارن اما همینجا به شما بگم ما کسانی رو توی این مملکت داریم فرزندان رشید سپاه اسلام هستن که گمنامن به خاطر مسائل امنیتی و اینها که اینا کم از همرزمان خودشون نیستن اینکه گمنامن و خیلیا نمیشناسن دلیل بر این نمیشه که دست ما خالی باشه درسته تک تک اینها برای ما عزیزان ارزشمندن باید قدرشون رو بدونیم نباید ترور بشن مسائل حفاظتی و امنیتی باید پیچیده تر باشه لایه های داشته باشه اما اینکه یه نفر بیاد به این واسطه تیکه بندازه این آرزو رو به گور میبری تو یوتیوبر و امثال تو که در لباس ملیگرایی وارد شدید اما خود تحقیلی میکنید حمله میکنید به ارکان نظام و حاکمیت همینقدر بهتون بگم سردار سلیمانی سردار سلیمانی بود اما امروز شهید سلیمانی کارکرد بیشتری پیدا کرده بقیه شهدای ما هم همینن بقیه شهدای ما هم کم از سردار سلیمانی ندارن هر کدوم اندازه خودشون برای مملکت زحمت کشیدن و سردار سلیمانی های زنده ما داریم توی این مملکت که شما به عقلتون نمیرسه این همه رشادتی که داریم میبینیم حتی یک سرباز صفر نه فقط سردار تو همین قضیه چابهار و راسک دیدید فرزندان رشید ایران مقاومت میکنن که تروریستا نتونن پایگاه نظامی رو تصرف بکنن از اون بچه کوچیکه تا اون پیرمرده از سرباز صفر تا سرداران و امیران سپاه و ارتش همه متفق القول غیرتمندانه از ایران ما دفاع میکنن شما این آرزو رو به گور میبرید که بالا چند پراکنی بخواید توی دل مردم رو خالی کنید اما بیانیه جیش و ظلم در نوع خودش خیلی جالبه میگه هدف از اجرای این عملیات برای ناکام گذاشتن بخشی از برنامه های مخرب طرح موسوم به توسعه سواحل مکران بوده است حالا مکران هم میگن در این طرح پروژه‌ای در حال اجراست که به صورت آشکاری منافع مردم و مسلمان بلوچ را هدف قرار میدهد. کج فهمی نفهمی یا شاید قرض ورزی نمیدونم کدومش رو به کار ببریم شاید همه اینها وقتی چابهار آباد بشه زمینه توسعه تجارت رو فراهم بکنه آیا این برای استان چرا حالا داری از بلوچه صحبت میکنی ببین شما مشکل داری یه مشکلی داری اینجا اینکه بهتون گفتم نقش مذهبیگری در این منطقه پررنگه برای همین میگم و نگاه کن یکی از پروژه های این طرح آمایش سرزمینی و اسکان 7 میلیون شهروند غیر بلوچ با مذهب شیعه در شهرهای ساحلی بلوچستان میباشد برادران بلوچ ما اتفاقا اونجا حضور دارن تو همین ارزن بزرگ شما حملات تروریستی جهش و ظلم چهار تن از شهدا ظاهرا از اهل سنت بودن از برادران عزیز ما در اهل سنت اونجا غیرتمندانه وایسادن از مملکت دفاع میکنن این یک توطئه سیاسی مذهبی اجتماعی فرهنگی و بسیار بسیار خطرناک خیلی خطرناکه من اینو تو برنامه دیشب یا پریشب گفتم این رو یکی دو ساعت پیش بر من فرستادن و ظاهرا توی کانال خودشون منتشر شده خود جشوزل اونو منتشر کرده یعنی حتی اون پایین آدرس و فلان و میگه مطابق تصریحات مجریان این تر هدف از اجرای این پروژه ایجاد تمدن جدید علوی میباشد ببین باز رنگ و بوی مذهبی داره اولا اونجا میخواد راه رو باز کنه برای احیای کریدور عرب مد که تو برنامه قبلی اشاره کردیم دوما اختلاف بین شیعه و سنی همین بیانیه کفایت میکنه که ما حواسمون بیشتر اونجا باشه این که ما میگفتیم وهابیت داره کار میکنه برای همین میگفتیم اختلاف بین شیعه و سنی از درون ببین شما از درون باید نیرو بگیری گد جوون خام اونجا هستن حالا از هر دو طرف رو نمیخوام بگیم فقط دوستان اهل سنت از همین برادران شیعه خودمون هم به جون هم بیفتن بله شما خواهید این کار بکنید شما خواهید اون کار بکنید شما خواهید حق ما رو بخورید اینجا استان محروم است میخواید مثلا تو چابهار هندیا بیان سرمایه گذاری کنن و فلان کنن و شما بیاید ساکن بشید ما بیچاره بشیم در صورتی که گزارش هایی من دارم که در شهرهای شیعه نشین اتفاقا داره برعکس این رقم میخوره در حال اجراست نهادهای اطلاعاتی امنیتی مسئولین، کارگزاران استانداری اونجا اینا باید برن بررسی بکنن چه اتفاقی داره میفته اما جهش و ظلم داره کاملا برعکس این رو القا میکنه شو دروغ تو ذات این هاست دیگه هدف وسیله رو توجیه میکنه آن خط بالاتر رو ببینید پاراگراف های اول و دوم دو رو ببینید میگه مجموعا دیویس نفر رو ما کشتیم تو اینجایی که خودشون 18 تا نفله دادن الانم به التماس افتادن آقا تو رو خدا جنازه رو برگردونید جست اسلامی و حقوق بشری و فلان گرفتن خب وجود داشتید جنازه رو میبردید دیگه عین 18 تا نفله شدید بعد یهو مثلا 4 5 تا شهید داده باشه اینا میخوام بگم 200 تا کنتور که نمیندازه از اربابان اسقاطیده خودشون یاد گرفتن اونجایی که به نفعشون باشه آمار رو میبرن بالا اونجایی که به ضررشون باشه کم میکنن مثلا اسقاطیلی ها وقتی سقط میشدن میگفتن مثلا سه تا سرباز بالاخره فلان شده بعد خبر میاد بابا اینا سی نفر بودن اونجا بنابراین ضمن اینکه باید پاسخ بدیم به دشمن اسقاطیلی حتما باید روی جنوب شرق کار کنیم خصوصا در تجهیزاتی که اونجا به کار رفته استحکامات بناها ساختمونها مقرها و آموزش هایی که داده میشه یه مقدار باید بیشتر تقویت بشه اونجا که اینا خیلی راحت نتونن بیان و اقدامات تروریستی این شکلی رو انجام بدن التماس دعا یا علی مدد خدا نگهدارتون